خب دوستان در بخش قبلی ما تقریبا یک ساختاری رو به شما معرفی کردیم که حالا طبق چه اصولی باید در واقع کار خودتون رو پیش ببرید و خدمت شما عرض کردیم که برای راه اندازی سایت فعلا حالا نیازی نیست شما هزینه بکنید و و دامن خریداری بکنید و در ابتدای حالا راه هستید میتونید از یک سری نرم افزارهای مجازی جهت راه اندازی خواستتون در واقع از ببخشید یک سری نرم افزارهایی که به شما کمک میکنن به صورت مجازی یک سایت رو راه اندازی بکنید در واقع کمک بگیرید نرم افزارهایی که تو این زمینه به شما کمک میکنن چند تا نرم افزار هستن که من حالا خدمت شما معرفی میکنم و با توجه به نوع سیستم که دارید استفاده میکنید میتونید از این نرم افزار استفاده کنید یکی نرم افزاری به اسم نرم افزار زمپ که حالا اینجا مشاهده میکنید نرم افزار زمپ XAM P نرم افزار زمپ یه نرم افزاریه که قابلیت اجرا بر روی تمامی سیستم عامل ها رو داره و به همین دلیل ما در این آموزش خودمون نرم افزار زمپ رو دانلود میکنیم و ازش استفاده میکنیم چون همونطور که خدمت ورز کردم حالا قابلیت اجرا شدن روی اکثر سیستم عامل ها رو داره این نرم افزار البته شما مثلا میتونید حالا از نرم افزارهای دیگه هم کمک بگیرید که تقریبا کارایی همه این نرم افزار را به یه صورته و شما میخواد فقط از اونها کمک بگیرید که در واقع سایت رو روی سیستمتون به صورت مجازی راه اندازی بکنید نرم افزار ومپ که مخصوص مخصوص سیستم عامل ویندوز هست در واقع نرم افزار لمپ مخصوص سیستم عامل لینوکس اگه شما احیانا از سیستم عامل های لینوکس استفاده میکنه میتونید از این نرم افزار کمک بگیرید نرم افزار هم مخصوص سیستم عامل مکینتاش که حالا اگر احیانا سیستم عامل مکینتاش استفاده میکنید می میتونید نرم افزار کمک بگیرید اما خب همونطور که خدمتتون گفتم زمپ قابلیت اجرا شدن روی اکثر سیستم عامل ها رو داره به همین دلیل ما حالا میریم از نرم افزار رو دانلود میکنیم واسه دانلود نرم افزار کافی سرچ بکنید دانلود زمپ و بهتر این نرم افزار رو از سایت اصلی خود در واقع نرم افزار زرم دانلود بکنید وارد این وبسایت بشید همونطور که حالا یو آر ال مشاهده میکنید و اینجا میتونید حالا در واقع احتمالا اکثرا هم سیستم عاملتون 64 بیتی باشه نسخه 64 بیتیش رو دانلود بکنید نصبش هم خیلی راحته مثل حالا سایر نرم افزارها شما چند مرحله دکمه نیکس و در نهایت فینیش رو بزنید و این نرم افزار در واقع واسه شما نصب میشه نصبش هم چیز خاصی نداره حالا ما چون نمیخواستیم زیاد وقتمون گرفته بشه خودمون نصب کردیم این نرم افزار رو زمانی که این نرم افزار رو زمپ میکنید مراجعه بکنید به در واقع پوشه در واقع درایو سی ویندوزتون و داخل درایو سی در واقع پوشه نرم افزار زمپ رو قرار بدید کاری که الان من انجام دادم خب در مرحله بعدی شما میبایست برید در واقع نرم افزار عذر میخوام بعد از دانلود زنپ باید برید در واقع وردپرس رو دانلود بکنید که وردپرس رو هم در درون پوشه زنپ بریزید و اقدام به نصب وردپرس بکنید واسه دانلود کردن وردپرس هم البته خیلی از سایت های ایرانی ها هستن که حالا میتونن وردپرس رو در اختیار شما قرار بدن اما پیشنهاد میکنم خود وردپرس رو هم از سایت اصلی خودش دانلود بکنید سایت وردپرس دات که این سایت حالا جدیدترین در واقع نسخه وردپرس رو در اختیار شما قرار میده وارد خود سایت وردپرس بشید یو سایت رو اینجا مشاهده میکنید به اون نکات آموزشی که ابتدای حالا شما گفتیم دقت کنید الان ببینید پسوند سایت وردپرس هم ORG پسوند سازمانی SSL رو هم که میبینید فعال هست کاری که حالا در آینده شما هم باید واسه سایتاتون انجام بدید زمانی که وارد این سایت شدید گزینه Get WordPress رو اینجا که مشاهده میکنید بزنید و در این قسمت در واقع جدیدترین نسخه وردپرسی که در واقع ارائه شده در اختیار شماست خواهد کافی روی دکمه دانلود بزنید و دانلود بکنید که حالا من واسه اینکه وقت تایم آموزشمون زیاد گرفته نشه خود من قبلا این کارو کردم خب شما هم دانلود بکنید بعد از اینکه وردپرس رو دانلود کردید مراجعه بکنید به پوشه زمپ پوشه به نام پوشه اشتی داکس دقت بکنید دوستان این پوشه اشتی داکس از این به بعد تمامی محتویات سایت ما در درون این پوشه قرار خواهد گرفت یعنی همه محتویات سایت میاد توی درایو سی پوشه زن و پوشه اشتی داکس وارد پوشه اشتی داکس بشید اینجا زمپ در واقع فایل وردپرسی یعنی هم که دانلود کردید بریزید وردپرس خب طبیعتا تو حالت فشرده وقتی که شما دانلودش میکنید اون رو راست کلیک بکنید اکسترکت و از حالت فشرده خارج بکنید حالا لازمه که حالا یه نرم افزاری مثل نرم افزار در واقع وینرر هم حتما روی سیستم شما نصب باشه که حالا کمکتون بکنه تو این زمینه وردپرس رو هم از حالت فشرده خارج بکنید وقتی که وردپرس از حالت فشرده خارج شد حالا دیگه نیازی به اون در واقع فایل فشرده شما اون فایل فشرده رو میتونید حذف بکنید خب حالا دوستان اینجا در واقع ما الان تو پوشه زمپ هستیم وردپرس رو هم که دانلود کردیم کاری که لازم انجام بدیم در پوشه زمپ یه فایلی هست به اسم زمپ کنترل این فایل رو اجرا بکنید خب این پنجره واسه شما باز میشه اینجا باید دو تا گزینه رو ما فعال بکنیم واسه اینکه بریم حالا نرم افزارمون رو به صورت مجازی راه اندازی بکنیم یکی گزینه آپاچیه این آپاچی رو من توضیح بدم خدمتتون ببینید اون ساختاری که در مورد ساختار وبسایت خدمت رو معرفی کردم در صورتی که شما از ساختار PHP استفاده بکنید به کلیه سایت هایی که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی PHP راه اندازی میشن اصطلاحا گفته میشه آپاچی سرور پس اینجا گزینه آپاچی رو میوایس فعال بکنید خب پس آپاچی ارز کردم چون داریم از ساختار پی پی استفاده میکنیم و همونطور که در بخش قبلی گفته شد خود سیستم مدیریت محتوای وردپرس هم که سورسش با پی نوشته شده مای اس هم ارز کردم زمانی که شما میاد از ساختار پی استفاده میکنید بانک اطلاعاتیون بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال هست دیتابیستون پس گزینه مای هم باید فعال بشه خب زمانی که این دو تا گزینه رو فعال کردید، دیگه با بقیه گزینه کار نداشته باشید، اونا تاثیری تو روند کار ما ندارند وارد مرورگرمون میشیم برای راه اندازی و نصب ابتدا بانک اطلاعاتی این پنجره های اضافی رو من ببندم خب یک در واقع توی نوار ادرس مرورگرتون برای راه اندازی بانک اطلاعاتی سرچ بکنید لوکال هاست s/php my admin. یه چند لحظه می میکنیم که این پنجره بالا میاد در ضمن شما نیازی به اتصال به اینترنت هم ندارید چون دارید روی سیستم خودتون به صورت مجازی یک سایت رو راه اندازی می‌کنید خب زمانی که عبارت لوکال هاست PHp پی مای ادمین رو سرچ کردید وارد یه همچین فضایی میشید در واقع اینجا بانک اطلاعاتی مای اس میتونید تنظیمات بانک اطلاعاتیتون رو به صورت مجازی انجام بدید اینجا یه گزینه هست گزینه نیو گزینه نیو رو که بزنید شما میتونید یه بانک اطلاعاتی جدید واسه خودتون راه اندازی بکنید که توی قسمت create database اینجا نوشته شده database name نام database جدید خودتون رو وارد میکنه به عنوان مثال من اسم حالا database هم مثلا میذارم تراح سایت سایت خب اینجا هم که در واقع زبان رو زبانتون رو سعی کنید زبان بانک اطلاعاتی رو تعیین میکنید که این باید روی یو 8 اف 8 باشه که در واقع بانک اطلاعاتی شما هم از زبان فارسی پشتیبانی بکنه گزینه کریت رو بزنید همونطور که مشاهده کردید یک پیغامی به شما داده شد که بانک اطلاعاتی شما با موفقیت ایجاد شد و اینجا شما بانک اطلاعاتی طراح سایت رو مشاهده می در گام بعدی ما به سراغ نصب وردپرس خواهیم رفت دوباره توی نوا یک تب جدید سرچ بکنید لوکال هاست اسلش این بار به جای پی اچ پی مای ادمین سرچ بکنید وردپرس الان یک در واقع اروری داده شد به خاطر اینکه حالا پوشه زمپ من من قبلا یک بار وردپرس رو نصب کردم من باید اون در واقع زمپ قبلی رو که روی سیستم من بوده اون رو پاک بکنم و مجددا وارد این مرحله میشم و در واقع فرایند نصب وردپرس رو تکمیل خواهم کرد حالا در بخش قبلی میایم و در واقع وارد فرایند نصب وردپرس خواهیم شد